سلام بر شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. در حالی که مقاومت ایران گام‌های بلندی در افشای رژیم آخوندی در سطح بین‌المللی برمی‌دارد و در عرصه‌های مختلف سیاسی، دیپلماتیک و اجتماعی این رژیم رو به انزوا کشونده، سوال اینه که آیا رژیم ولایت فقیه بیکار نشسته یا با انواع ترفندها و توطئه‌ها تلاش می‌کنه راه پیشروی مقاومت ایران رو که صدای واقعی مردم ایران در جهان هست سد کنه. در برنامه امروز فراسو میخواییم به یکی از همین توطئه‌ها بپردازیم، یعنی گسترش تروریسم در خارج از کشور. به طور خاص‌تر میخواییم نگاهی داشته باشیم به ترور دکتر آلخو ویدار کادراس در 18 آبان گذشته در اسپانیا. روی تاکتیک‌های تروریستی رژیم آخوندی متمرکز بشیم، روی سازمان کار تروریستیش در خارج از کشور و اهدافش از این اقدامات و در نهایت هم تأثیرات شکست هایی هم که متحمل شده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مجید حریری. سلام کنم به شما و خیلی خوش اومدید. با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، آماده پاسخ به سوالات شما هستم. بله، روز 18 آبان 402 دکتر آلخو ویدار کوادراس از حامیان برجسته مقاومت ایران و نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا در ساعت 1:30 بعد از ظهر در مرکز مادرید مورد حمله تروریستی قرار گرفت و از ناحیه صورت به شدت مجروح شد. آقای ویدار بعد از چند ماه بستری در بیمارستان سرانجام سلامت خودشون رو به دست آوردن. سوالم از شما این هست که در ابتدا میخواستم یک توضیح کلی در مورد این عملیات تروریستی بدید که اصلا به چه صورت انجام شد؟ بله، من لازمه که در مقدمه به این نکته اشاره کنم که مطالبی که ما امروز روش صحبت میکنیم، چون یک پرونده‌ای که در جریانه و در دست تحقیقات هست، بله، این مرحله به مرحله تکمیل میشه و خب ما هم در جریان پرونده قرار میگیم، چون یک پرونده سریه که توسط مقامات قانونی اسپانیا داره پیگیری میشه تا جزئیاتش مشخص بشه. اما تا همین الان بخشای روشن شده که در مطبوعات اسپانیا فکر کنم صدها گزارش منتشر شده که ما به خلاصه ای از اون میپردازیم و علاوه بر این سوابقی که از اقدامات تروریستی رژیم داریم و حرفایی که خود شخص آقای ویدال درباره نقش رژیم آخوندی در اون گفتن. همونطور که گفتی در روز 18 آبان، یعنی ما روز 9 نوامبر 2013 حوالی ساعت 12:30 در نزدیکی منزل آقای ویدال، همونطور که در مطبوعات اسپانیا گزارش شده و حتی شماتیک نقشه ها کشیده شده، آقای ویدال از فاصله بسیار نزدیک توسط ضارب که یک قاتل حرفه‌ای بوده مورد اصابت گلوله از فاصله بسیار نزدیک از قرار میگیرند، که برای اینکه همون صحنه رو یه مقدار جزئیات بیشتر بگیم، این کسانی که در صحنه حضور داشتن طبق گزارشاتی که الان مشخص شده، علاوه بر شخص ضارب که ما موتور سر چهارراه موتور رو نگه داشته بوده و با کلاکاسکت به سمت میاد، این یک نفر دیگه، نفر دوم با ماشین اونجا منتظر بوده با یه فاصله بیشتری، که بعد از اینکه شلیک میکنم به خاطر اینکه آقای ویدال خوشبختانه با هوشیاری و صورتشون برمیگردونن، این گلوله به شکل معجزه‌آسایی از صورتشون عبور میکنه به طوری که آسیب به اندامای حساس خوشبختانه نزده. البته چون بعدش هم این دو نفر بلافاصله این سوار موتور میشه و از صحنه فرار میکنه، که توی یکی از این گزارشات شماتیک صحنه رو کشیده. البته من ترجیح میدم که خود توضیحات رو از زبون خود آقای ویدال بشنویم که به شکل عالی اون رو گفتم و کمک میکنه به پاسخ به سوال شما. بله، پس خوبه تو همینجا توضیحات خود دکتر ویدار کادراس رو هم بشنویم در کنفرانس مطبوعاتی که بلافاصله بعد از بهبودی در مادرید پایتخت اسپانیا گذاشت. Al llegar a la acera de mi casa,
Teresia. Hola, señor. Estas dos palabras. Hola, señor. Muy cerca. Entonces yo... Esto es la explicación que dan los entendidos. Hice un movimiento de cabeza. Hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro, que tenía que ser mortal, no lo fue. Es decir, un milagro. O sea, al oír la voz, hice un movimiento de cabeza que inclinó mi cabeza de tal manera que el disparo, que siempre es al cuello o a la cabeza, entró aquí, a la mandíbula, fue en descendente y salió. Entonces, claro, yo noté un aturdimiento extremo. La detonación sonó un trueno al lado de mi cabeza, de hecho tengo este tímpano perforado. Y empecé a sangrar, a luchar con el fuego. Entonces, os cuento esto porque, bueno, la experiencia personal que me marcará para toda la vida. Yo pensé inmediatamente... El régimen iraní, o sea, fue automático. Y entonces vi que pensaba, o sea, que no me desmayaba. Y pensé, no, estás vivo, ¿no? Y entonces un señor que, no diré su nombre porque sería una indiscreción, pero al que estaré, yo y mi familia, eternamente agradecido. Un señor que pasaba, se quitó el chándal o la sudadera y me puso el chándal así en los dos orificios que sangraban abundantemente. De hecho, yo miré en el suelo, había un charco ya. Entonces, gracias a este señor, no me desangré. Entonces, llegó ya la ambulancia, la policía, metieron la ambulancia, me fui para Gregorio Marañón, donde ya en la ambulancia, la policía que iba conmigo en la ambulancia, en el teléfono porque no podía hablar, le puse Irán para orientarles. بعد صحبت آقای ویدار رو شنیدیم. شما بفرمایید که چه کسانی در ارتباط با این ترور تا الان توسط پلیس اسپانیا دستگیر شدند یا تحت تعقیب قرار گرفتند؟ بله، طبق گزارشاتی تا الان منتشر شده 6 نفر متهم هستند که از این 6 نفر 4 نفرشون دستگیر شدند، 2 نفرشون تحت تعقیب بین المللی هستند، از اون 4 نفر 2 نفر در زندان هستند، یعنی دستگیر هستند، 2 نفر با قید وثیقه آزاد شدند. من به معرفی این 6 نفر میپردازم که بعد بتونیم جزئیات بیشتر رو بر اساس اون توضیح بدیم. نفر اول که زارب هست به اسم مهرز عیاری که شلیک کننده در صحنه بوده، این شخص ملیت فرانسوی ولی تونسی الاصل است، 37 ساله است که این بعد از این عملیات فرار میکنه به کشور پرتغال و تحت تعقیب بین المللی هستش. البته این شخص جنایات زیادی انجام داده و قبلا هم پرونده داشته و متهم به کشتن یک نفر حداقل در فرانسه هم هستش. نفر دوم به اسم ناریو گومز مالا که نفری بوده که در طراحی عملیات و شناسایی و همون صحنه‌ای که توضیح دادم با ماشین تو صحنه بوده، نفر دوم اسپانیایی 26 ساله است، این دستگیر شده و در زندان هست. نفر سوم به اسم ساشا بتبروکس ونگ که همسر ناریو گومزه، این ملیت انگلیسی دارد، این دستگیر شده ولی بعدا آزاد شده و تحت نظر هست. نفر چهارم آدریان رویز بلانکو، این فردیه که موتوری که تو این عملیات
برای ترور استفاده شده کرایه کرده. این اسپانیایی ساکن جنوب اسپانیا است، 22 ساله است، اینم دستگیر و آزاد شده تحت نظر. نفر سوم به نام گرک الیور هیگورا مارکانو با اسم مستعار ماکیا، این کسیه که سفارش کرایه موتور رو داده و ونزوئلایی هست. این در 16 ژانویه یعنی حدود تقریبا دو ماه بعد از ترور در مرز ونزوئلا با کولومبیا که میخواسته بره اونجا توسط پلیس دستگیر میشه و پلیس به خاطر تحت تعقیب بودن انترپول. نفر ششم به نام سامی بکال بنواره با اسم مستعار پاشوت، این فرمانده بالاتر عملیات بوده که مراکشی هست، تحت تعقیب بین المللی هست. این روز قبل از ترور از مراکش خارج شده، ولی اون مهرز عیاری که ابتدا توضیح دادم که زارب بوده بعداً به این گزارش میده و از رو ارتباطات اینا مشخص میشه که این نقش فرماندهی داشته. این شش نفر متهم هستن، ولی اینکه پشت ترور کی هست موضوعی که خب الان در دست پیگیری هست و من در توضیحات بعدی اونو خواهم گفت. مطابق اطلاعات به دست اومده در این پرونده، این طرح تروریستی از چه زمانی برنامه‌ریزی شده بود و چه پروسه‌ای رو طی کرد؟ بله، اگر موافق باشید من به صورت خیلی مختصر سعی می‌کنم پروسه‌ای که این طرح تروریستی طی کرده رو توضیح بدم برای بینندگان که یک تصویر جامع مطابق با اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده پیدا کنن. بله. اولین سرنخی که در پرونده مطرحه برمیگرده به حدود 3 ماه قبل که مربوط به سفارش کرایه موتور هست توسط همون فردی که گفتم به نام گرک الیور هیگورا که ونزوئلایی بوده، به دوستش به نام آدریان رویز بلانکو سفارش تهیه موتور رو میده به اسم اون و یه مبلغی 500 یورو هم به خودش میده که این موتور رو کرایه کنه، مسائلش حل کنه و به این ترتیب حداقل استارت این طرح تروریستی از 3 ماه قبل، این از زمان کرایه موتور که برمیگرده به تابستون یعنی ماه مرداد یا شهریور برمیگرده که تا الان مشخص شده. بنابراین شروع در اونجاست. در قدم های بعدی اینا اقدام به طراحی میکنن. باز گزارشی که منتشر شده بیش از 3 هفته یا 1 ماه قبل در 17 اکتبر این 4 نفر یعنی نادیا گومز که گفتم نفر دوم بود که در طرح تروریستی شرکت داشت، در شهر لانجارون در جنوب اسپانیا که حدود 400 کیلومتر با نقطه‌ای که عملیات انجام شده انجام فاصله داره، اینها با مهرز عیاری یعنی نفر زارب و نفر چهارم که سامی بوکال هست و طراح هست، اینا اونجا جمع میشن و این موضوع تا اینجا روشن شده که اینا تجمع کردن برای طراحی. از اون به بعد هم ناریا گومز و هم مهرز عیاری برای شناسایی میان مادرید و در اونجا تردد داشتن، از جمله اینکه مهرز عیاری 31 اکتبر یعنی حدود 10 روز قبل 3 روز یه هتل کرایه میکنه، بعد سه بار یا 4 بار این هتلش رو تا روز عملیات عوض میکنه. توی این مدت مطابق تصاویری که تو دوربینا بوده این اقدام به شناسایی اون محل میکنه، همینطور ناریا گومز. شب قبل از حمله اون عیاری یعنی زارب به علاوه ناریا گومز با یه ون در یک هتل در مادرید میخوابن که همین ون که ماشینی که گفتم کرایه بوده چندین بار باز مطابق تصویر دوربینا اطراف اون منطقه در حال شناسایی بوده. بعد این تا موقعی که عملیات انجام میشه، بعد از عملیات این موتوری حرکت میکنه میره منطقه ای که گفتیم که هتل کرایه کرده بودن، نزدیک اونجا موتور رو میبرن توی منطقه پرتی و منطقه متروکه، موتور رو آتیش میزنن که چون در هول و ولا بودن
البته پلاک موتور از بین نمیره، بعدم مردم اطلاع میدن که موتور آتیش زده شده و از رو رد موتور حلقاتی که پلیس دنبال میکنه مشخص میشه، یعنی نفر اول اون نفری که موتور رو کرایه کرده بوده، و به این ترتیب پلیس سرنخ این پرونده شروع کنه دنبال کردن. و دستگیری ها از 21 نوامبر شروع میشه که این 4 نفر، یعنی ناریا گومز و همسرش و نفر کرایه کننده موتور و نفری که سفارش ونزوئلایی که گفتم سفارش داده بوده، که نفر چهارم یعنی ونزوئلایی در 22 نوامبر یعنی بعد از 21 خارج میشه و 16 ژانویه یعنی حدود 2 ماه بعد در مرز کولومبیا دستگیر میشه. به این ترتیب از 6 نفر 4 نفرشون دستگیر میشن. خود زارب یعنی هرمز عیاری این فرار میکنه به پرتغال که با یک همدستی فرد دیگه ای بوده. در تاریخ 17 نوامبر یعنی 8 روز بعد یک پیام میفرسته برای بوکال، سامی بوکال که گفتم فرمانده است، و بهش میگه که ماموریت انجام شد. البته این که ماموریت انجام شد منظورش بخش دیگه ای از ماموریت بوده که ادامه این پرونده است. نکته دیگه که در پرونده مشخص شده اینه که اینها از علاوه بر این طرح یعنی بر شناسایی از تجهیزات پیشرفته الکترونیک استفاده کردن که خب نشون میده که پشت اینها یه سیستم پیچیده تری بوده که این کار انجام داده. و مهمترین اطلاعاتی که تا الان مشخص شده اینه که این 3 نفر بخشی از مافیایی هستن، مافیای مواد مخدر هستن، یعنی مرتبط با مافیای مواد مخدر هستن، که این مافیا به اسم مافیای مراکشی چون بخشی از گردانندگانش مراکشی هستن، یک مافیای شناخته شده هستن که سرشبکشون در هلند و فرانسه هست. و اون چیزی که منتشر شده در مطبوعات فرانسه، مطبوعات اسپانیایی و بقیه اروپا اینی که این مافیای مراکشی با رژیم آخوندی در ارتباط بوده. این یه نکته است توی تا اینجا. یکی هم خود این ناریا گومز که گفتم در شناسایی شرکت داشته و در خونه او، یعنی همون منطقه‌ای که این زندگی می‌کرده در لانجارون در جنوب اسپانیا تر دنبال میشه، گفته شده که این مسلمان افراطی هست و شیعه شده، این توی سال اخیر شیعه شده، که البته اون خودش سعی میکنه این رو بپوشونه. به این ترتیب موضوع رد نقش رژیم ایران تا به حال پیدا شده از طریق مافیای مراکشی که با رژیم و با نیروی قدس به طور مشخص سرانش با خود شخص قاسم سلیمانی در ارتباط بودن. این تا اینجای پرونده هست که در گزارشات تو در طی 4 ماه منتشر شد، یعنی تا به حال 4 نفرش دستگیر شدن، 2 نفر تحت تعقیب بین المللی هستن و پرونده کاملا باز هست، یعنی در دست تحقیق و پیگیری هستش. تا همینجا هم طبق توضیحاتی هم که شما دادید به نظر میرسه که یک طرح بسیار پیچیده‌ای برای این ترور طراحی شده، ریخته شده. بله دقیقاً، یعنی یک قاتل حرفه‌ای به کار گرفته شده که قبلا جنایت‌های بزرگی انجام شده که الان فرصت نیست بخوایم به اون بپردازیم، و همینطور تجهیزات الکترونیکی پیدا شده که نشون میده این یک طرح بسیار بزرگ بوده، و همونطور که تا الان می‌بینید چندین نفر از کشورهای مختلف توش شرکت دارن و نقش رژیم هم که پررنگ است. بله اتفاقا یکی از نکات مهمی که در این ترور بود این بود که آقای ویدال از همون اول، یعنی بلافاصله بعد از ترور، روی رژیم آخوندی انگشت گذاشت. شما چطور میتونید نقش رژیم آخوندی رو در این عملیات تروریستی توضیح بدید؟ بله من الان سعی میکنم پارامترهایی که این موضوع رو روشن میکنه، تا الان البته پارامترها زیاد هست ولی به اصلی ترین پارامترها اشاره کنم. بله. موضوع اول که همین تحقیقات رو گفتم که پیشرفته، این در واقع این بخشی که من میگم در ماه فوریه نقش مافیای مراکشی و ربطش با رژیم در 4 فوریه توسط یکی از رسانه‌های مهم اسپانیا منتشر شد گزارش که مرتبط می‌کرد اون رو با رژیم آخوندی. این مافیا سابقه‌اش و ارتباطش با نیروی قدس شناخته شده است. اینها ترورهای زیادی در کشور هلند انجام دادن و
که به اون به طور جداگانه هم خب اگه لازم بود میپردازیم. این نکته اول بود. نکته دوم که توجه بهش مهم هست اینه که روزنامه مشرق که وابسته به اطلاعات سپاه هست روز بعد از این واقعه یک مطلبی رو منتشر کرد که همه رسانه‌های رژیم اون رو زدند و مضمونش این بود، حالا من سعی می‌کنم بخشش رو بخونم که تیترش هست، این مربوط به 19 آبان هست، ساعت 20:15 دقیقه رو سایت مشرق منتشر شده، یعنی یک روز بعد از ترور. یک روز بعد. ببین یک متن ثابت دیکته شده به این ترتیب تیترش، نوشته عملیات تروریستی مجاهدین این بار در اسپانیا، هدف مجاهدین از ترور کوادراس چیست؟ اگر توجه کرده باشید در همه عملیات تروریستی به طور خاص در داستان بمبگذاری ویلپن توسط دیپلمات تروریست شناخته شده رژیم یعنی اسدالله اسدی، روز بعد همین موضوع اینها گفتن، یعنی متن آماده شده بود که از طرف رژیم منتشر شد، این دفعه از طرف اطلاعات سپاه یا ارگانهای اطلاعاتیش منتشر میشه و در متنش یک سناریوی بسیار مضحکی رو مطرح کرده که این کار توسط خود مجاهدین انجام شده، علتش این بوده که مجاهدین و کسانی که در اشرف هستن میخواستن منتقل بشن به کشور اسپانیا، بعد آقای ویدال مخالفت کرده و اینها اومدن این کار رو بکنن که این رو جواب بدن، که اصلا هیچ این توضیحات هیچ جوری با عقل و منطق سازگار نیست. خب این پدیده که در اقدامات مختلف تروریستی ما شاهدش بودیم، نه فقط اسدالله اسدی، در مقاطع مختلف این دستگاه تروریستی رژیم از قبل آماده است، یا مورد مشابهش هست در ده شهریور حمله به قرارگاه اشرف که رژیم یک سناریو آماده کرده بود که این یعنی مقامات جنایتکار عراقی که مرتبط بودن با رژیم آخوندی، اونا آمدن اعلام کردن که این درگیری داخلی خود مجاهدین است. بنابراین این که یک متن آماده شده ای میاد توسط یک رسانه شناخته شده رژیم 24 ساعت بعد به این شکل منتشر میشه و هیچ متن دیگه وجود نداره و این مشخصی که این متن از طرف یک ارگان اطلاعاتی داده شده، این یکی دیگه از فاکتهایی هستش که نقش رژیم رو نشون میده. نکته سوم که باز بسیار مهم هست اینه که رژیم یک لیست، یعنی رژیم آخوندی در پاسخ به لیست گذاری تروریستی که علیه جنایتکاران وزارت اطلاعات و مثلا نیروی تروریستی قدس انجام شده و ترور مشخص انجام شده، بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده بین المللی رو تو لیست تروریستی وزارت خارجه رژیم قرار داد که اولین نفری که تو لیست قرار داره اسم آقای آلخو ویدال کوادراس هستش، که اگر به لیست توجه کنید که توسط خبرگزاری رسمی رژیم یعنی ایرنا منتشر شده، اسم آقای ویدال در اسامی نفر اول هست و در ارگان ها اسم کمیته بین المللی جستجوی عدالت که در واقع رئیسش آقای ویدال هست اسم دومین گروه هست. بنابراین نیروی رژیم آخوندی دست به ترور نفر اول لیست خودش زده، اینم فاکت سوم هست. اما بالاتر از اینها که ده ها گزارش در مطبوعات رژیم علیه آقای ویدال هست، جرم ایشون هست در حمایت از مقاومت ایران، در حمایت از حفظ جان ساکنین اشرف در طی سالها و همینطور در خروج از لیست گذاری تروریستی آمریکا و اروپا که آقای ویدال نقش موثری در این کار داشتن. یعنی اینها جرائمی هستش که هرگز رژیم آخوندی اون رو به آقای ویدال نمیبخشن. به برخیش فقط اشاره میکنم برای اینکه سابقه ای که کینه رژیم رو از ایشون
و فعالیت هایشون واضح تر کنه بگم. مثلا خبرگزاری مهر 22 آذر 87 درش اومده که نایب رئیس پارلمان اروپا یعنی آی ویدال نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار تداوم محافظت از پادگان اشرف توسط ایالات متحده شد. تو همون مقطع این ده ها گزارش هست. فاکت بعدی 11 آذر 1389 یک سری از شخصیت ها رو گفتن که به ریاست آقای ویدال در نماینده پارلمان اروپا از خانم مریم رجوی در پارلمان اروپا استقبال کردن. یا سایت جوان باز ما وابسته به اطلاعات سپاه 8 بهمن 1390 گفته که آله خب ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به مانکیمون دبیر کل سازمان ملل بدون توجه به توافقهای صورت گرفته با دولت بغداد قضیه کمپ اشرف رو بار دیگر مطرح کرد و بار دیگر حمایت ویژه خود از عناصر گروهک تروریستی منافقین را مجاهدین را به نمایش گذاشت. باز سایت سیاست روز 4 تیر 91 که اشاره میکنه به بیانیه 220 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا موسوم به دوستان ایران آزاد که تو این جلسه آقای آله خب ویدال کوادراس هم شرکت داشتن. و علاوه بر اینها باید اشاره کنم که آقای ویدال با جسارت و فداکاری حداکثر در زمانی که قرارگاه اشرف در خاک عراق تحت محاصره و فشار دولت عراق قرار داشت به اونجا مسافرت کردن و گزارشاتی دادن و فعالیت بین‌المللی رو برای انتقال امن و مراحل بعدیش آماده کردن. بنابراین جرمی که آقای ویدال داره به هیچ ترتیب از طرف رژیم آخوندی قابل بخشش نیست. اینا مختصری بود درباره فاکت هایی که نشون میده که نقش رژیم رو علیه آقای ویدال. البته همونطور که ابتدا گفتم با اضافه کنم که این پرونده جلو خواهد رفت و حقایق بسیار بیشتری روشن خواهد شد. شما در توضیحاتتون به استفاده رژیم آخوندی از باندهای جنایتکار اشاره کردید پیش از این. آیا میتونید توضیح بیشتری بدید که چرا نیروی قدس و وزارت اطلاعات برای اجرای عملیات تروریستی به استفاده از باندهای جنایتکار و مواد مخدر رو آوردند؟ بله، من باید بگم که رژیم آخوندی به دو علت به استفاده از شبکه‌های باندهای جنایتکار و مواد مخدر روی میاره. علت پایش اینه که خود نیروی قدس یک نیروی جنایتکار و همکار مافیای مواد مخدر است. یعنی اصلا سیستم کارشون به این ترتیب در دنیا میچرخه و از اونجا که نیروی قدس در واقع بانی و گرداننده حزب الله لبنان هست، حزب الله لبنان در آمریکای لاتین در کشورهایی که مواد مخدر به خصوص کوکائین کاشته میشه اونجا منطقه وسیعی رو برای این داره و سالانه صدها میلیون دلار یا بیش از 1 میلیارد دلار از این طریق درآمد دارد. و نماینده رسمی حزب الله لبنان در ایران هم مسئول مالی و هم شبکه مواد مخدر هست که دوست نزدیک قاسم سلیمانی و فامیل قاسم سلیمانی هست و خود نیروی قدس سابقه طولانی دارد. اما نکته ای که در مطبوعات هلند، چون این مافیای مراکشی که من اسم بردم در کشور هلند هست، در اونجا اومده، ارتباط این مافیای مراکشی هست با شخص قاسم سلیمانی که در واقع نیروی قدس از حوالی 2010 یعنی 1391 این مافیای مراکشی که کارش کاشت مواد مخدر در کشور مراکش بود و انتقال اون به خاک اروپا از طریق اسپانیا و بعد توزیعش در نقاط مختلف، نیروی قدس موضوع کار اینها رو که یه شبکه بزرگی بود تغییر داد و اینها رو انداخت توی قاچاق مواد مخدر کوکائین که درآمدش بسیار بیشتر بود و خب پولش هم بعد درآمدش به نیروی قدس می‌رسید. از طریق اینها دست به اقدامات
جنایتکاران و تروریستی زدن در کشور هلند که عده زیادی رو به قتل رسوندن و رئیس اینها به اسم تغییر رضوان که باز مطابق گزارشاتی که در مطبوعات هست و در رسانه‌های هلند منتشر شده، این شخص در ایران ساکن بوده، در فرمانیه ایران بوده، در جزیره کیش بوده و بعد در دبی دستگیر میشه، بعدن هم که منتقل میشه باز به اقدامات تروریستی، به اقدامات جنایتکارای خودش ادامه میده. این در ارتباط نزدیک با نیروی قدس بوده. بنابراین نیروی قدس چون خود این موضوع موضوع گسترده ایه، با استفاده از ارتباطاتش با شبکه‌هایی که در سطح جهان با باندای جنایتکار داره برای عملیات تروریستی هم استفاده میکنه. نکته ای که باید اضافه کنیم، بعد از دستگیری دیپلمات تروریست رژیم و دستگیری بسیاری از مشابهش در کیس ویلپند یا جای کشورهای دیگه، اینها دیدن که به این ترتیب استفاده از این باندای جنایتکار برای پوشوندن رد رژیم به نفعش است. به این خاطر اینا دنبال این رفتن که از جمله علیه آقای پومپئو، علیه آقای بولتون در آمریکا و موارد بسیار زیادی هستش. آقای حریری، علت این که رژیم ترورهاش رو تشدید کرده و به طور مثال علاوه بر حملات اخیرش به مراکز مقاومت به حمله به شخصیت‌های سیاسی رو آورده، علتش چی هست؟ ببینید، تروریسم یکی از ابزارهای دیکتاتوری ولایت فقیه برای اینکه در حرف خودش رو بتونه با باجگیری و فشار در سطح بین المللی پیش ببره همواره بوده. اما با تشدید قیام‌ها در داخل ایران، اگر به خاطر داشته باشین بعد از قیام 1396 اون طرح بمب‌گذاری و طرح بمب‌گذاری در مارس 2018 یعنی عید 1397 در کشور آلبانی و بعد اون طرح بمب‌گذاری در ویلپند پاریس رو دنبال کرد. اما بعد از قیام 1401 یعنی بعد از قیام شهریور پیارسال یعنی 1.5 سال قبل، اینها رو به اقدامات تروریستی آوردند، به چندین مرکز مقاومت ایران در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان حمله کردند و طرح‌های تروریستی گسترده‌ای رو در آمریکا و کشورهای مختلف دنبال کردند که مهمترین اون تا اونجایی که من میدونم همین اقدام تروریستی علیه آقای ویدال بوده که به این ترتیب می‌خواستن که جلوی فعالیت‌های سیاسی بین‌المللی مقاومت رو بگیرن و ایجاد ترس و وحشت کنن. یعنی در مقابله با قیام داخل کشور این و حمایت بین‌المللی که از مقاومت ایران انجام میشه، رژیم رو به تروریسم آورد. برگردیم به خود عملیاتی که علیه آقای دکتر ویدال کوادراس انجام شد. سوال بعدی اینه که این عملیات برای رژیم تا به حال نتیجه‌اش چی بوده؟ چه محصولی برای رژیم داشته تا الان؟ همونطور که تا الان خودتون شاهد هستین، خوشبختانه با نجات معجزه‌آسای آقای ویدال و همچنین ایستادگی قهرمانانه و فداکارانه ایشون در اینکه این راه رو ادامه میدند و بعد هم که اعلام کردن که من یک مجاهد خلق هستم، در واقع این اقدام تروریستی رژیم علیه کام به طور مطلق علیه رژیم تموم شده، هم در محکومیت‌های بین‌المللی که خب الان تازه در شروعش هستیم، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ حقوقی و هم در اینکه جبهه‌ای که از مقاومت ایران حمایت می‌کردن مشخص میشه، پس از آگاه‌ترین و فداکارترین شخصیت‌هایی هستن که با اشراف به مقاومتی که در ایران، مقاومت برحقی که در داخل ایران انجام میشه، به این مسئولیت خودشون قیام کردن. و خب من تو جلسه که آقای ویدال صحبت کردن خودم شاهد بودم که ایشون بسیار جدی و با قاطعیت کامل این که من یک مجاهد خلق و تمام عیار هستم و خون من هم با خون مجاهدین بر زمین ریخته شده اصرار کردند. ممنونم از توضیحاتتون. خوبه که جهت اطلاع بینندگان هم بگم که روز پنجشنبه دهم اسفند 402 دکتر آلخو ویدال کوادراس بعد از ترور نافرجام رژیم پرید آخوندی همراه با همسرش خانم آمپارو به دیدار خانم مریم رجوی و اعضای مقاومت و یاران مجاهدش در پاریس شتافتند. که اجازه بدین قسمتی از صحبت‌های ایشون رو در مورد
نتیجه معکوس عملیات تروریستی رژیم بشنویم، بعد من سوالات بعدی رو میپرسم. Last Friday I held a press conference in Madrid. All the media came, Spanish and also some foreign media. And I seized the occasion because I immediately realized it was a good opportunity to inform the Spanish people and in general the European people about the meaning, about the fight, about the noble cause of the PMY and the NCRI and the need to change EU policy in relation to the Iranian regime. In the blacklist they published some time ago, I was first of the list, so among other titles I have one that I am particularly proud of. Public enemy number one of the mullahs. Send them a very clear message. I said, listen to me there in Tehran. With this attack, you had, as I said, two objectives. One, to get rid of me. The second was to scare, to frighten the hundreds of politicians in Europe, in America, in Arab countries, all over the five continents that support the PMOI and the NCRI. So they did not get any of the two objectives. I am alive and they have not scared anyone because the reaction of many parliamentarians, many European parliamentarians after the attack has been to redouble their commitment to the cause of freedom and democracy in Iran and the support to Mrs. Rajavi. And since that has happened, I feel I have the right to ask something to our president. Mrs. President, after this attack, I don't want to be an honorary member anymore. I want to be a full member of the PMO. With this pledge, with this demand to our president, I will finish my intervention because nothing could be for me a greater honor than being one full PMOI. Thank you. بله آقای حریری، اگه ممکنه از نقش مقاومت ایران بگید به طور مشخص. سوالم این هست که سابقه افشاگری های مقاومت علیه
تروریسم رژیم چی بوده؟ ببینید، از اونجایی که تروریسم یک ابزار دولتی به توسط رژیم آخوندی برای اینکه مقابله کنه با محکومیت‌های بین‌المللی، با فعالیت‌های مجاهدین مقابله کنه، که در بزرگترین اون ترور دکتر کاظم رجوی توسط رژیم آخوندی بود که یک عملیات تروریستی بزرگ با 12-13 نفر در سوئیس انجام شد، همواره مقاومت ایران این که در پشت این ترورها رژیم قرار داره و وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس و اینکه ارتباطاتشون چطور انجام شده و چطور از سیاست مماشات استفاده کردن برای این ترورها، همواره یکی از افشاگری‌های ثابت مقاومت ایران بوده. از جمله آخرین پرونده‌هایی که توسط مقاومت افشا شد و خب بازتاب گسترده‌ای داشت، از جمله در محکومیت، بالاترین محکومیت رو دیپلمات تروریست رژیم گرفت که یک پدیده بی سابقه ای بود و من بهش اشاره میکنم، از جمله کتابی که به نام دیپلماسی تروریستی منتشر شد، اسناد اون به صورت گسترده ای توسط مقاومت افشا شد. یا قبل از اون در کتاب فرستادگان ترور که در مورد نقش سفارت ها هست که به عنوان مراکز تروریستی استفاده میشه و از جمله که اسدالله اسدی به عنوان در واقع دیپلمات توی ساختمان اتریش مستقر بود یا قبلا در کشور آلمان مرکز اطلاعاتی رژیم قرار داشت، اینها بارها افشا شده و باعث محکومیت های بزرگ جهانی علیه رژیم شده. این یکی از کارزارهایی بوده که همواره مقاومت ایران دنبال کرد. به عنوان سوال پایانی میخواستم از شما بپرسم که نظر شما، از نظر شما راه حل مقابله با طرح‌های تروریستی رژیم چی هست؟ همونطور که بارها مقاومت ایران اعلام کرده، پایان دادن به سیاست مماشات با این رژیم آخوندی و که باعث جری شدن این رژیم هست. من خوب اینجا یادآوری کنم که آقای استیونسون در بعد از ترور آقای ویدال به این اشاره کردن که این ترور نتیجه آزاد کردن اسدالله اسدی بوده که با بمب تو اروپا دستگیر شده. بنابراین خواسته مقاومت ایران پایان دادن به سیاست مماشات و لیست‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات و نیروی قدس هستش. نکته دوم بستن مراکز رژیم هست. همونطور که توضیح دادم، سفارت‌های رژیم و سایر مراکزی که تحت عنوان بنیادگرایی فرهنگی باز کردن، اینها مراکز کنترل و فرماندهی تروریسم در سطح اروپا، آمریکا و سایر کشورهای جهان هستند. و خواسته سوم به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیمی هست که دست به تروریسم دولتی در سراسر جهان میزنه و از جمله همین مثالی که حالا حقایق بیشتری در آینده روشن خواهد شد در مورد کیس آقای آلخو ویدال گوادرس هست. بله، خیلی ممنونم از شما به خاطر توضیحاتتون و همینطور شرکتتون در برنامه امروز. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. ممنون و خدا نگهدار. بینندگان گرامی، گفتگویی بود با آقای مجید حریری پیرامون گسترش تروریسم رژیم آخوندی در خارج از ایران در وحشت از گسترش مقاومت ایران. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.